نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ارتش جمهوری اسلامی یک نفتگش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده پس از اون نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسئولیت این توقیف کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی شده بوده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقره با انتشار بیانیه اعلام کرد که این نفتکش هنگام عبور از آبهای بین‌المللی دریای عمان از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی توقیف شده. نیروی دریای آمریکا با محکوم کردن اقدامات مغایر قوانین بین و تهدید امنیت و ثبات منطقه افزود حکومت ایران باید فوراً این کشتی را آزاد کنه در این بیانیه اومده که این حادثه در اوایل بعد از ظهر روز پنجشنبه رخ رو داد و کشتی سیگنال خطر را ارسال کرد اما پس از این بیانیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مدعی شد که این اقدام کار این نیرو بوده و این کشتی پس از برخورد با یک شناور ایرانی در خلیج فارس فرار کرده بود آمریکا مرتبا اقدامات تهران در این منطقه دریایی استراتژیک رو که یک مسیر ناوبری تقریبا منحصر به فرد برای اتصال کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی محکوم میکنه در بیانیه نیروی دریایی آمریکا همچنین اومده که طی دو سال گذشته ایران حداقل پنج کشتی تجاری رو در خاورمیانه به طور غیرقانونی توقیف کرده در سال 2019 سپاه پاسداران ایران یک نفتکش با پرچم بریتانیا را توقیف و پس از دو ماه اون را آزاد کرد تنش ها بین ایران و آمریکا از زمانی که آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها علیه تهران رو دوباره اعمال کرد تشدید شده و در سالهای اخیر نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز که خلیج فارس رو به دریای عمان متصل میکنه اغلب با برخوردهای تنش‌آمیز از سوی نیروهای جمهوری اسلامی مواجه شدند. چند روز پیش نیروی دریایی ارتش آمریکا اعلام کرد اولین شناور هدایت شونده از راه دور خود را از این آبراه استراتژیک عبور دادن. سخنگوی نیروی دریایی ارتش آمریکا اعلام کرد شهباد 13 متری MIST 13 مجهز به حسگرها و دوربین ها با همراهی دو کاتر از تنگه هرمز عبور کرد. حدود یک پنجم نفت صادراتی جهان از تنگه هرمز جابجا میشه و جمهوری اسلامی همواره برای فشار علیه جامعه جهانی تهدیدهایی رو درباره بستن این تنگه مطرح میکنه اما تا کنون دست به چنین اقدامی نزده با این حال جمهوری اسلامی هر از گاهی مزاحم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان میشه سال گذشته روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام نظامی آمریکا از اقدام خطرناک قایق‌های سپاه پاسداران در نزدیک شدن به دو کشتی آمریکایی در خلیج فارس خبر داد و نوشت این اقدام میتونست به اشتباه محاسباتی منجر بشه دو سال پیش هم سه قایق تندروی سپاه رویارویی مشابهی با یک کشتی آمریکایی داشتند و پس از حمله هشدار محل را ترک کردند در سال 2020 هم 11 شناور تندروی سپاه پاسداران به دور چند کشتی آمریکایی چرخیدند. تامین امنیت آبهای ایران در خلیج فارس بر نیروهای سپاه پاسدارانه. در سالهای اخیر علاوه بر اینکه این سازمان نظامی جمهوری اسلامی برخی کشتیهای تجاری را توقیف کرده، بارها جمهوری اسلامی به حملات پهپادی و خرابکارانه به کشتیهای تجاری متهم شده. همین امروز بود که آمریکا و اسرائیل دولت موقت شاهزاده را تایید کرده بودند و لحظاتی پیش پیغام فوری شاهزاده به مردم ایران رسید که یک قدم دیگر تا پیروزی است احتمالا سپاه کسیف پاسداران به خاطر این اتفاق ناراحت و خشمگین شدند و دست به اقدامات شرورانه زدند آزادی مراد تاهباز، سیامک نمازی، اماد شرقی، زندانیان دوتابیتی همچنان در حاله از ابهامه. همزمان با سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایالات متحده یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا خبر داد جمهوری اسلامی ایران میتونه از 7 میلیارد دلار پول مسدود شده خود در کره جنوبی برای خرید اقلام بشردوستانه استفاده کنه سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که پولهای ایران در یک حساب محدود شده نگهداری میشه و برای استفاده و خرید اقلام بشردوستانه در دسترس جمهوری اسلامیه صدای آمریکا پیشتر از کاخ سفید پرسیده بود که آیا دولت ایالات متحده از این هفت میلیارد دلار و دیگر دارایی های ایران که در اختیار شرکای آمریکاست به عنوان ابزاری مؤثر برای چانه زنی در موضوعهایی مانند آزادی و تبادل زندانیان استفاده میکنه یا خیر اکنون از پاسخ سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا چنین برمیاد که پولهای بلوکه ایران در کره جنوبی به صورت مشروط آزاد شدن و جمهوری اسلامی تنها برای مصارف بشر دوستانه میتونه از اونها استفاده کنه این خبر در رسانه های داخلی ایران باستابی گسترده داشته پیشتر خبرگزاری آمریکای ام بی سی نیز به نقل از مقامهای آگاه گزارش داده بودند که تهران و واشنگتن در حال بررسی پیشنویس طرح تبادل زندانیان و آزادسازی پولهای های بلوکه شده ایران در بانک کره جنوبی هند. سایت نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در خبری مشابه نوشت که ایران و آمریکا از طریق گفتگوی غیر مستقیم درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده مذاکره کردند و برای انتقال این وجوه به یک یا چند بانک در کشورهای منطقه توافق اولیه نیز شکل گرفته نونیوز به خبر پخش فارسی صدای آمریکا هم واکنش نشون داد و در گزارش نوشت اعلام نظر شورای امنیت ملی آمریکا در مورد شیوه هزینه کرد موجودی ارزی بلوک شده ایران در کره جنوبی نشون میده که موضوع رفع انصداد از این منابع صورت پذیرفته بر مبنای این گزارش هنوز هیچ یک از مقام های رسمی جمهوری اسلامی درباره شیوه هزینه کرد منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی واکنشی نشون ندادند پیشتر گمانه هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه ایالات متحده از پولهای بلوکه شده در کره جنوبی به عنوان ابزاری برای آزادی زندانیان دوتابیتی از جمله سیامک نمازی مراد تاهباز و اماد شرقی استفاده میکنه موضوع تبادل زندانیان سیاسی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده مدت هاست که از سوی مقام های دو کشور مطرح شده اما همچنان در حاله از ابهامه مقام های کره جنوبی پیشتر درباره پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی در این کشور گفته بودند که آزادسازی اونها مشروط به شکلگیری توافق هسته ایه. هفته اردی بهش سپای پاسداران از بازداشت گروهی در استان سمنان خبر داد و گفت که این افراد قصد حمله به یکی از اماکن نظامی در شهرستان سمنان را داشتند. سپاه قائم استان سمنان اعلام کرده که ماموران اطلاعات سپاه سمنان این افراد را که قصد داشتن در شبهای قدر 20 22 و 24 فروردین به یکی از مراکز نظامی شهرستان سمنان حمله کنند پیش از هر اقدامی شناسایی و بازداشت شدند بر اساس اخبار منتشر شده شعار نوشتن و شرکت در اعتراض های سال 98 و 1401 از جمله دیگر اتهامات این افراد عنوان شده جمهوری اسلامی به ویژه در ماهای گذشته برای سرکوب اعتراضات سراسری اتهامات سنگینی به معترضان نسبت داده به غیر از این اطلاعیه سپاه پاسداران تا لحظه تنظیم این خبر جزئیات بیشتری از این دستگیری ها در دست نیست سازمان اطلاعات کثیف سپاه پاسداران سازمانی موازی با وزارت اطلاعات است که بدون نظارت سایر ارگانهای دولتی به ویژه در زمان اعتراضات سراسری اقدام به بازداشت زندان و سرکوب معترضان می کند.